کشف اسرار خنجر فضایی فرعون. پژوهشگران در تازه ترین تحقیقات خود درباره خنجر توتنخامون، 11 فرعون مصر، اسرار این خنجر را به طور کامل کشف کردند. مطالعه‌ای در سال 2016 نشان داده بود منبع آهن این خنجر یک شهاب سنگ است، اما نوع شهاب سنگ و نحوه ساخت خنجر نامشخص بود. پیش از کشف معادن آهن، از شهاب سنگ‌ها برای ساخت اجسام آهنی استفاده می‌شد که در عصر خود بسیار ارزشمند بودند. باستانشناسان این خنجر را در سال 1920 میلادی در مقبره توتنخامون واقع در دره پادشاهان مصر کشف کردند. خنجری اشرافی که با یک تیغه آهنی ساخته شده، آن هم در زمانی که عصر آهن هنوز آغاز نشده بود. اکنون محققان با استفاده از اشعه ایکس دریافتند که این خنجر از طریق آهنگری در دمای پایین و احتمالاً در کارگاهی خارج از مصر ساخته شده. توتنخامون از مشهورترین فرعونان مصر باستان است که از 1332 تا 1323 پیش از میلاد حکومت میکرد. تغییرات مغز انسان در سفرهای فضایی. آژانس فضایی اروپا با همکاری آژانس فضایی روسیه تغییرات مغز انسان پس از حضور در فضا را بررسی کردند. در این تحقیق 12 فضانورد مرد که به طور متوسط 172 روز را در فضا سپری کرده بودند، پیش و پس از پرواز به ایستگاه فضایی بین المللی با استفاده از اسکن مغزی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که 7 ماه پس از بازگشت این فضانوردان به زمین، مغز آنها به دلیل جابجایی مایع مغزی نخاعی تغییر شکل پیدا کرده و میزان ماده های خاکستری و سفید مغز آنها نیز افزایش پیدا کرده بود. محققان اعلام کردند به دلیل شرایط بیوزنی، فضانوردان باید استراتژی‌های حرکتی خود را در مقایسه با زمین تغییر دهند، کاری که باعث می‌شود مغز آنها به اصطلاح دوباره سیمکشی عصبی شود. ثبت فعالیت مغز انسان به هنگام مرگ. دانشمندان توانستند برای نخستین بار فعالیت مغز انسان در زمان مرگ را ثبت کنند. محققان به طور مستمر در حال نظارت بر امواج مغزی یک فرد 87 ساله دچار سر بودند که بیمار ناگهان دچار حمله قلبی شد و جان خود را از دست داد، اما دانشمندان توانستند 15 دقیقه از فعالیت مغزی او را در زمان مرگ ثبت کنند. سپس مطالعات آنها نشان داد در زمانی که تپش قلب بیمار متوقف شده، فعالیت نوعی از امواج مغزی به نام گاما افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. امواج گاما در فرایندهای مانند دیدن رؤیا، مدیتیشن یا بازیابی حافظه به وجود می آید. این دانشمندان معتقدند مغز پیش از مرگ مهمترین اتفاقات زندگی را برای انسان به نمایش می گذارد. طراحی نوعی باکتری برای تبدیل کربن به مواد شیمیایی. محققان آمریکایی توانستند با بهبود عملکرد نوعی باکتری به وسیله ایجاد برخی تغییرات در آن، دیوکسید کربن را به مواد شیمیایی گران قیمت تبدیل کنند. این باکتری اکنون قادر است دیوکسید کربن را به استون و الکل ایزوپروپیل تبدیل کند. استفاده از این باکتری ها می تواند به فرایند خروج دیوکسید کربن از اتمسفر کمک کند، ضمن اینکه تهیه استون و الکل ایزوپروپیل نیازمند استفاده از سوخت های فسیلی است، اما با استفاده از این باکتری ها دیگر به استفاده از سوخت های فسیلی برای ساخت این مواد شیمیایی نیازی نخواهد بود. ایجاد سلول های استخوان با استفاده از امواج صوتی. پژوهشگران استرالیایی موفق شدند سلول‌های بنیادی را با استفاده از امواج صوتی دارای فرکانس بالا به سلول‌های سازنده استخوان تبدیل کنند. سلول‌های بنیادی دارای پتانسیل بسیار بالایی برای کمک به احیای بافت‌های مختلف بدن هستند. با این وجود، احیای استخوان همچنان کار دشواری محسوب می‌شود. این محققان با استفاده از یک ریز تراشه امواج صوتی در محدوده مگاهرتز تولید و آنها را به سمت سلول‌های بنیادی ساخت استخوان هدایت کردند. نتایج این مطالعه نشان داد در صورتی که سلول‌های بنیادی روزانه 5 دقیقه در معرض امواج 10 مگاهرتزی قرار بگیرند، بعد از 5 روز به سلول‌های استخوان تبدیل می‌شوند، فرایندی که بسیار سریع‌تر از روش‌های فعلی برای ایجاد سلول‌های استخوان است. روشی برای حفاظت از واکسن‌ها در برابر گرما.
دانشمندان استرالیایی از توسعه روشی جدید برای حفاظت از واکسن‌ها در دماهای بالا خبر دادند. این روش می‌تواند واکسن‌ها را در دمایی به میزان 37 درجه سانتیگراد به مدت 3 ماه قابل استفاده نگه دارد. در این روش از یک ماده حل شونده و کریستالی به نام ساختار فلزی عالی استفاده می شود. این ماده مولکول های واکسن را می پوشاند و تا زمانی که نیاز به تزریق نباشد از واکسن در برابر گرما حفاظت می کند. بعد در زمان تزریق محلولی به واکسن اضافه می شود که ساختار یاد شده را از بین می برد و واکسن آماده تزریق می شود.